بانک جهانی در سال 2015 میلادی 40 میلیون دلار وام به چین داد تا صرف طرح آموزش و پرورش در منطقه سینکیان کند و اکنون در حال تحقیق است، چرا که احتمالاً این پول صرف اردوگاه‌های بازداشت مسلمانان شده است. این تحقیق در حالی انجام می‌گیرد که زندانی شدن بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور در اردوگاه‌های بازآموزی جهانیان را به طور فزاینده‌ای نگران کرده است. در این اردوگاه‌ها مسلمانان را وادار می‌کنند دست از باورهای مذهبیشان بردارند و جهانبینی حزب کمونیست را بپذیرند. دیوید تایس سخنگوی بانک جهانی در بیانیه اعلام کرد چنین نگرانی‌هایی را خیلی جدی می‌گیریم و پرسش‌هایی را که در مورد این طرح پیش آمده است فعالانه بررسی می‌کنیم تا اگر اقدامی لازم بود انجام دهیم. وسعت سینکیان به اندازه آلاسکا است و بیش از نیمی از جمعیت حدود 24 میلیون نفری آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند که اکثراً از قوم اویغور هستند.